اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اعتقادیات قرآن و اهل بیت بود. عرض شد یکی از وجوه عظمت قرآن جامعیت قرآن است، که همه علوم، همه فنون، همه اشیاء در قرآن ذکر شده است، منتها بعضیاش ظاهر و بعضیاش مخفی. و از آیات و عظمت الهی است که قدرت نمایی فرموده از خداوند متعال تمام اون علوم قرآن را در سینه اهل بیت عصمت محمد و آل محمد قرار داده است. دلیل عرض اول رو عرض کرده بودیم از قرآن و از روایات، که قرآن جامع است. دلیل دوم رو عرض میکنیم که اهل بیت سلام الله علیهم علوم قرآن را در بر دارن، بلکه مخصوصا به علوم قرآن. غیر از اهل بیت کسی علوم قرآن را ندارن، این اثبات میکردیم. از آیات و قرآن سه آیه عرض کردیم. از روایات مبارکه عامه و خاصه نقل کردم، دو روایت ذکر شد. تکمیلی این بحث را عرض بکنیم چه برسیم بحث بعدی. یکی از روایات که ازش استفاده میشه تمام علوم قرآن خدمت امیرالمؤمنین و اهل بیت است، و کسی غیر از اهل بیت دارای علوم قرآن نیست، هر کس هم میخواد بلد باشد یاد بگیرد باعث از اهل بیت یاد بگیرد، ابن عباس حبیب الامه باعث از امیرالمؤمنین تعلم بکند. یکی از روایات، روایت آقا امام باقر است ارواح فدا، اینجور در روایت دارد. از امیرالمؤمنین آقای امام باقر نقل می‌فرمایند، حضرت فرمودند شبی خوابی بر سر من غالب نشد مگر اینکه تمام آنچه در قرآن نازل شده بود پیغمبر من فرمود، ظاهر قرآن را، باطن قرآن را، آنچه سنت قرآن است، حلال قرآن است، حرام قرآن است، در کی نازل شد، کجا نازل شد، ظاهر آیه چی بود، باطن آیه چی بود، تمام اینها را حضرت من فرموده. این امیرالمؤمنین اینجور می‌فرمایند که پیغمبر تمام اینا شب به شب بر من تماشا بیان می‌فرمود، چیزی از حضرت فراگیر شده. یا باز در روایت دیگر، باز امام باقر می‌فرمایند، حضرت وایفدا در روایت صحیح هم هست، افضل راسخین در این ائمه اطهار امیرالمؤمنین است. بعد می‌فرمایند فقد علم امیرالمؤمنین جمیع ما انزل الله من التأویل و التنزیل، ظاهر و باطن قرآن را ایشون می‌دانند. و ما کان الله لینزل علی رسول الله شیئا الا یعلمه التأویل و التنزیل، هیچ آیه بر پیغمبر نازل نشد مگه تمام ظاهر باطن آیه را پیغمبر بهشون تعلیم می‌فرماید. و اوصیاءه یعلمونه کلا، اوصیاء امیرالمؤمنین تمام اونها می‌دونن. بعد می‌فرماید این است که تکون میده انسان را، و ما من احد، هیچ کس، عالم و جاهل، و ما من احد من الناس یقول انه جمع القرآن كله كما انزل الله الا كذب، دروغ گفته. هر کس به که تمام علوم قرآن من دارم غیر اهل بیت همه دروغ گفته. به عنوان مای بعدش هم احدون، هیچ کس تمام علوم قرآن ندارد. اصلا وجدان انسان مقداری تفکر داشته باشه، وجدان شاهد است که نمیشه کسی همه علوم قرآن داشته باشه مگه اهل بیت. او حضرات که قرآن در منزلشون نازل شد، وارث علم پیغمبر بودن، معدن علم الهی بودن، او حضرات فقط میتونن همه علم قرآن، نمیتونه کسی همه علم قرآن داره باشه، امکان نداره. در قرآن یک آیات غامض پوشیده مخفی المقصود است که انسان نمیدونه چیه مقصود خداوند. خداوند تعالی مخصوص از این آیه چیه هیچ کس نمیتونه بفهمه مگه خود اونها بیان بکنن. یه مثالش عرض بکنم، در آیه شریفی سوره انشقاق از آیه 16 تا 19 خداوند متعال یک امر عظیم خواهد بیان بفرماید. خداوند میفرماید انقدر این عظیم است که قسم نمیشه براش خورد، اما من از قسم میخورم. فلا اقسم بالشفق، به شفق و اون سرخی هنگام غروب قسم نمیخورم، از بس این کار مهمه، این امر مهمه. یه قسم. قسم دوم، و لیل و ما وسق، و سوگند به شب با آن چه میپوشاند، کافی نبود. قسم سوم، و القمر اذا اتسق، و سوگند به ما هنگام کمالش شب چهاردهم،
قسم به این سه تا. خدای رب العزه سه تا قسم میخوره که چی؟ لترکبن طبقا عن طبق، خواهید قطعا و یقینا و به تأکید خواهش رو از حالی به حالی منتقل شد. چی حال به حال؟ این قسمت معنا بکنه، یعنی از زندگی بمردم، از روی زمین به از روی زمین به زیر زمین، از علم به جهت. چیه مراد خودم؟ کسی نمیتونه بفهمی. اونا با این قسم با این لترک، لام تأکید نون تأکید ثقیله، لترکبون خواهید منتقل شد حالی به حالی، تبدیل حالت خواهید کرد. این خطاب به اصحاب پیغمبر میفرمان. چیه مقصود؟ چیه؟ این غیر از این که ائمه هدا معنیش بفرماین، غیر از این که امیر المؤمنین در روایت صحیحه بیان فرموده که معنای لترکبن طبقا عن طبق چیز، غیر از اون کسیم چه بفهمه چی؟ ابن عباس هم از حضرت نقل میکنه ایشون اینجور فرمودن. چیه معناش؟ لترکبن طبقا عن طبق، حضرت فرمودن یعنی مقصود خدا هم طبقا بیان فرمودن، لتسلکن سبیل من کان قبلکم در امم. اون کارهایی که امت قلب بنی اسرائیل کردن، چه خلافی چه جنایاتی کردن، این امت هم خواهم کرد. این خدا به تأکید می فرماید لتسلکن، خواهید در این روش سلوک کرد، انجام داد راه کس امتهای قبل شما مثل بنی اسرائیل. در چی؟ فی الغدر بالاوصیاء بعد الانبیاء. چطور به اوصیاء بعد از انبیاءشون غدر کردن، خیانت کردن، ظلم کردن، این امت هم ظلم میکنه به اوصیاء نبیشون. همانند اون یه تطبیقش عرض کن، صحت فرمایش حضرت نسبت به امت پیغمبر اکرم صلوات الله علیه با اول قصد به خلافت کردن. این از این جنگیدن مهمتر، قصد کردن خلافت را، قصد کردن موارث را، تا رسید به اندازه‌ای که بر علیه این وسیع، بر علیه امیر المؤمنین دو نفر از منافقین بیان تحریک بکن زن پیغمبر را، زوجه پیغمبر را، از مدینه به بصره ببرنش، سوار شتر بکنن، هم پیاده بشه هم سوار بشه تا بصره برسه، 100,000 نفر جمع بشن با وسیع پیغمبر امیران جلب بکنن. همین عیناً در اوصیا در امت سابقا بوده، همین کار بنی اسرائیل کردن. بعد از جناب موسی سلام الله علیه علی نبینا و علی السلام، یوشع ابن نون وصی حضرت موسی، صفورا زوجه حضرت موسی، صفورا بنت شعیب با اینکه زن ایشون بود، به جنگ ایشون برخواست، دو نفرم از منافقین بنی اسرائیل تحریکش کردن، آمد از جایگاه خودش به جنگ با جناب یوشع ابن نون در شام. مصر کجا؟ شام کجا؟ سوار شتر نبود، سوار زرافه هم شد، اینجا که در روایت دارم، اومد جنگشون جنگ کرد و مقداری زیاد هم بکشتن داد، همین کاری که عاشق. و همون تطبیق بعدی هم شد، راضی نمیشد برگرده به جایگاه خودش، هر مقدار یوشع نصیحتش کرد، تو زن پیغمبری، تو ناموس پیغمبری، برگرد به جای خودت، ولی قبول نکرد. مجبور شد جناب یوسف عده زن را با لباس مرد گماشته بکنه که ایشون ببرن به جای خود. همین کار هست در میگه آیشه برانه نمیخواست برگرده به مدینه، ادعا میکرد من حق هستم، من محق هستم، میخواست بکنه در بسته آشوب دیگه انجام بده. با یه عده زن به لباس مرد پوشن در بادم تا مدینه، همون کار این انجام بده. لترکبون نطبقن انطبق، این امت همون کاری که امت سابق میکن با انبیا میکنن، با آسیاش انجام. خب این لترکب و نطبق الانطبق، این معما رو کی میتونه حل بکنه؟ این معنای آیه رو کی میتونه بفهمه؟ مراد خدا چیز غیر از اهل بیت اسمه؟ یه قوامیزی در قرآن هست که پوشیده، معنای در قرآن هست که نمیشه کسی غیر اهل بیت معنا بکنه، نمیتونه، نمیتونه اجرایش. یک شاهد دومش نسبت به بیانات قرآن کریم. خب قرآن از اول خلقت، از آدم تا خاتم، از خاتم تا امروز، از امروز تا روز قیامت، تا بعد قیامت، تا بهشت، تمام اینها رو اشاعتاً فرموده. نسبت به سابقین، اخبار جناب آدم، اخبار جناب نوح، 14,000 سال فاصله بین آدم و بین پیغمبر ما. با این فاصله زمانی ملاحظه فرمایید، اخبار آدم را که خداوند تعالی در قرآن اشاره کرده، بیانش کی میتونه انجام بده؟ آیا کسی زنده بوده 14,000 سال عمرش باشه که من دیدم آدم که چجور بود، اولادش چجور بودن،
چگونه انجام اعمال انجام گرفت؟ کسی 14,000 تا عمر کرد بگیره؟ تاریخی بود اون وقت. یا خود حتی بنی اسرائیل هم که از تورات میخواد، اسم توراتشون محرفه، انجیل تحریف شده است، حتی از کتاب مقدس هم نمیشه اعتماد کرد، چه برسه به تاریخ، اونم تاریخ تاریک که اصلا هیچ بیانی درش نیست. 14,000 سال فاصله، کی میتونه این غیر خداوند تعالی اهل بیت معنا بکنن که خدا بهشون اعلان فرموده؟ جناب آدم کجا هبوط کرد؟ کی بود که ببینه؟ هر کی میگه دروغ میگه، نبوده، تاریخ هم نداره، تاریخ هم نبوده اصلا. اینه که جناب آدم سلام الله در سرندی به هند اونجا هبوط کرد، چقدر گریه کرد، توبه کرد، خداوند توبه را قبول فرمود. بعد با طی الارض هر قدمی ایشون یک صحرا رو عبور میکرد، رسید به کوه صفا. جناب حوا نهبوتش در جده بود، بعد رسیدن به جناب آدم در عرفات. چطور اولاد از بر ایشون شد؟ بعد اون مقداری که در اولاد بود، زنها اینها کی بودن؟ اینه کی میتونه بفهمه؟ اهل سنت ادعا میکنن که زنهای جناب حابیل قابیل اینها خواهره هم دیگه بودن. یه قبیح آقا، کسی خواهر خودش بخواد نکاح بکنه از امور قبایح، نه فقط مسئله حرام، دروغ این حرف. اون اینجوری میگن، اونی که امی ما فرمودن خدا بر اینها دو دختر خلق فرمود، همچنان که خود آدم مخلوق است، دو دختر از برای جناب، از برای این دو پسر خلق فرمود خداوند. اینجا بود که خواهر هم دیگه بگیرن از شکم دیگه. قربا قربانن، اولاد آدم چی بود این قربان؟ کیفیت قربان چطور بوده؟ در کشت بذارن آتش بی دود تمیز بیاد این بسوزانه قربان رو ببره، این الان قبولی باشه؟ بعد جناب حابیل قابلیتی و سعادت داشته باشه، موارث انبیا پلا قابیل باشه، حابیل باشه، قابیل حسودی بکنه بخواد بکشتش و نمیدونسته، چون فرهنگ ابتدایی دنیا بوده چطور میکشن نمیدونسته، شیطان یادش داد سر قابیل این دو سنگ بذار، سنگی به هم دیگه بچسبون، قابیل منفجر میشه سرش، حابیل منفجر میشه سرش، اینجور کشته. خب اینا رو کی میتونه بیان کنه غیر اهل بیت؟ یه بیانات در قرآن هست که با فاصله زمانی انسان نمیتونه معنیش بفهمه مگر به اهل بیت. از ما شاهد سبون چیزی که پر واضح هست، همه مرسل معنا رو میدونن، این حروف مقطعه قرآن یعنی چه؟ در 29 سوره قرآن اولش حروف مقطعه است، الف لام میم کاف ها یا عین صاد ها میم عین سین، 29 سوره قرآن. مجموع حروف مقطعه این اول سوره مجموعش با حذف مکرر 14 حرفه. اینا یعنی چه؟ اینا به چه معنایی است؟ یادم میاد بعضی از بزرگان فرمودن که یکی از اسراری که در این جمع این حرفاست، این حروف مقطعه را اگه با هم جمع بکنیم بعد از حذف مکررات میشه صلات علی حق نمسکو، راه علی راه حقی است که ما توسل بکنیم بعد از جمع کردنش. حالا این سری است که فرمودن، ولی این حروف برای چیست؟ العیاذ بالله، خدا لغو نازل کرد یا پیغمبر لغو تحویل گرفت؟ اول سوره 29 سوره اول صدر سوره این آیات خیلی منش مهمه. چیه اینا معناش؟ کی میتونه؟ کدوم ابن عباسی، کدوم بکیعی، کدوم شخصی میتونه این معنا اینها رو بفهمه غیر از اهل بیت؟ این حضراتن که بیان فرموده، اونم به اندازه فهم ما، به اندازه قابلیت ما، به اندازه تحمل ما. سه روایت، این خوب عنایت بفرمایید شاید کمتر گفته شده باشه، سه روایت آقا در بیان سوره حروف مقطعه ما رسیده، سه مضمون. مضمون روایت اول اینست که اینها، این حروف، اینها اسم اعظم الهی هستن که پیامبر اکرم اسلام ائمه هدا این حضرت میدن چطور با هم دیگه ترکیبش بکنن که اون اسم اعظم باشه و هر چی بخوان میشه، هر دعایی بکنن استجاب پیدا میکنه، هر ارادهی بکنن در کون و در مکان حاصل میشه بعد این اسم اعظم. چقدر اهمیت داره؟ یه حروفیست که مؤثر در کائنات، در دنیاست، در موجودات، در زمان، در مکان، در آسمان، در ملائکه است. این حروف، این حروف که میتونه معنیش بفهمه غیر از بیان خودشون؟ اسم اعظم این در این حروف هست که در 29 سوره تکرار شده باشه، بیان شده باشه.
اونم اسم اعظمی که تمامش نسبت به پیغمبر وحی داده شده باشه، 72 73 جزء 72 قسمش به اهل بیت در این حروف داده شده، یک قسمش مختص به ذات اقدس الهی است. این 72 جزء در اسم اعظم چیه؟ اینها اینا چه اثری داره؟ چقدر اینا فعالیت دارن که یک کمش به جناب سلمان از این اسم اعظم دادم، عالم به علم منایا و بلایا شده، عالم به علم اولین و آخرین شده، یک کمش به سلمان دادم سلام الله علیه، که در افسارش یادم نقل شده که جناب سلمانی که از اموری که از این اسم اعظم از منایا و بلایا گرفته از اسم اعظم، راوی ذکر میکنند در کتاب رجال کشیس به بامه آره، که جناب سلمان عبور میکردن از اون راحله خودش از شدر خودش پیاده شد، یه خاک زمین رو گرفت گریه میکرد، بو میکرد، عشق میگیری، چی هست؟ یا ابا عبدالله چیه این؟ فرمود تربت مولای ابی عبدالله الحسین، اینجا قبر حضرت. تشخیص بده که کجا کشته میشه، کجا دفن میشه، کجا تربت. یادار سر یکی از رفقای خودش از مؤمن اصحاب پیغمبر از خوباشون حاضر جناب سلمان، خطاب کرد به یا ملک الموت ارفق به اخیک، ارفق به اخی، ارفق کن سمعا و طاعه، ارفق کرد به اندازه به لطافت روح من خود قبض کرد. یادر در منزل خوش ابوذر وارد میشه، ببینه روی آتش دیگه آبگوش جناب سلمان، آبگوش دیگش بر میگرده، نه آبش میریزه نه گوشتش، در همون حال غلیان جناب سلمان میگیره دیگه رو با همون داغی میذاره به آتیش، دوباره برمیگرده برمیذاره نمیریزه چیز از این. ابوذر میگه مرعوب شدم، من در دهشت در وحشت افتادم، اومدم بیرون، امیرالمومنین من ملاقات فرمود حضرت، امیرالمومنین ما رو دیدم. فرمود ابوذر ها چی دیدی که اینجور در حال وحشت میافتی؟ سلمان دیدی؟ سلمان من اهل بیت از ما یاد گرفته، از ماست که این چیزا رو برد. یا باز یه جزءشه عجیب، آقا در چند روایت داره، یه جزء از اسم اعظم به جناب جابر جعفی آقا امام باقر امام صادق عطا فرموده، یه جزءش داره که قطعت من البحر الاخضر، از دریای سبز، از دریایی که دارای آب باشد، یه قطره به جناب جابر جعفی داده از اصحاب امام باقر و امام صادق، که 70,000 حدیث از این حضرات در حفظشون، علا ابن شریک از اصحاب امام صادق ایشون نقل میکنه. قریب این بیان میگه از مدینه جناب جابر در مدینه ساکن بود، شریک میگم با ایشون بودم، هشام بن عبدالملک عیلدانه خاص ایشون به کوفه که اونجا زندان بکنه ایشون را. جناب جابر از مدینه حرکت کرد، منم باهاش بودم، علا ابن شریک میگه خیلی در راحت نکرد، نو میخوان زندانش بکرد نکرد. در بین راه یه جایی بود گله گوسفندی بود، نشست جناب جابر، من نشستم تماشا میکرد به این گوسفندها، یه گوسفند ماده این شریک میگه عبدالعلا میگه یه گوسفند ماده ای در مقابلش بچه گوسفند، این گوسفند هی میرفت آخر گله و برمیگشت، اینم صدا میکرد صدا میکرد این گوسفند ماده، اون هی میرفت و برمیگشت. جابر خندی، گفتم برای چی خندی جناب جابر؟ گفت این گوسفند ماده داره به این بچه میگه نرو پسر جان، نرو آخر گله، پارسال برادر طرف گرگ اومد خوردش، نرو آخر گله. من تعجب کردم، زبان حیوانات میگه بلدی؟ فرمود من سیدی الاکبر، از ایشون یاد گرفت، از امام باقر یاد گرفت، از اسم اعظم بود. بعد گفتم آیا راست میگه جابه؟ زبان حیوانات بلدی؟ گوسفند چی میگه؟ بلدی؟ راستن از چوپان پرسیدم، پرسیدم که اون خواستم گفتم اون گوسفند مادر به هم میفروشی؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت این گوسفند پارسا یه بچه داشت گرگ خورده شیرش خوش شد، تا امسالی که آبستن شد این عرصمه که این بچه رو آورد دلش خوش به این بچه، بفروشم به شما از این بچه دور میشه ناراحت میشه دوباره شیرش خوش میشه، از این جد میفروشم. در عجب واقعا اسم عزب واقعا زبور حمایت برد جانب جانب. رفتم تا کوفه باش، میگه وصلنا علی جسر کوفه، سر پل شط کوفه رسیدیم، یه کسی انگشتر قیمتی ارسنداد تو دستش بود افتاد توی شط کوفه، ناراحت
غصه‌ناک محزون که این انگشتر قیمتی افتاد تو آب. جابر به اشاره که میخوای انگشترت برگردم بهت، گفت بلا. یه اشاره کرد به آب سبت کوفه، داره فصعدت کالعمود، مثل ستون این آب سبت کوفه آمد بالا، انگشتر اول بالا، انگشتر گرفت این انگشتر رسی این کوفه. در یه جمعه نشسته بودیم، یکی از اصحاب امام باقر خیلی به خدمت حضرت نرسیده بود، اصرار الحال که آقا میشه من برم مدینه خدمت امام باقر، دلم برایشون تنگ شده. جابر دید این خیلی داره از چیز میکنه، خیلی داره اظهار محبت به حضرت میکنه، بهش فرمود آهسته میخوای ببرم از خدمت امام باقر الان از ساعه. گفت چشم هم بذار، چشم هم گذاشت. گفت وقتی گفتن چشم باز کن، باز بکن. یه چشم هم زدن بود، یه چشم باز کردن در مدینه است. خود همون شکش برداشت، دید بقیه این طرف هست، این طرف هم کوچه بنی هاشمه، شکش برداشت. با خودش گفت ای کاش من یه میخی علامت داشتم اینجا میکوبیدم که بعد برای حج میان ببینن که واقعا من مدینه آمدم. تا این خیال با خودم کردم، جابریس گفت این هم میخ، میخوای علامت بذاری؟ این هم میخ بذاری. گذاشتم میخ، در حال مبهوت بهت‌آور بود. خب بقیه از زیارت کردم، از کوچه بنی هاشم که مقابل بقیه از عبور کردم که منظر اهل بیت اونجا بوده، اسم در منظر امام باقر. ندیده صحبت من نشنیده، صدای من نشنیده، فرمود یا فلان ادخل بیا در خونه امام باقر. فرمود دن جابر نیسته بر امام باقر، شما الان اینجا بودی از کوفه به اینجا. بعد بهش فرمود آقا امام باقر ای فلان من اطاع الله اطیع، میخوای مثل جابر بشی؟ میخوای اسم اعظم یاد بگیری؟ من اطاع الله اطیع، کسی که اطاعت خدا بکنه خدا کائنات مطیعش قرار میده. تعجب نکن، این از اونهاست. میگه برگشت، مدتی خدمت حضرت بودم، تا بیت الله رفتم، برگشتم دیدم هنوز جناب جابر در کوفه. از اسم اعظم یه اینجور آثاری، تصرفاتی، قدرت‌های ملکوتی انجام. این حروف مقطع یکی از اسرارش اسم اعظم. قال الذي عنده علم من الكتاب، یک جزء من تبعیض، یک جزی از اسم اعظم به آصف وصی جناب سلیمان داده شده بود. در یک طرفت العین یه چشم هم زدن، عرش بلقیس را از یمن تا شام آورده بود که هزارها کیلومتر است. اونم عرشی که داره در تعریفش به این که کان ثمانون ذراع فی ثمانین ذراع، 80 ذره در 80 ذره، مرسعن به ذهب و الیاقوت، یاقوت درش بود. یه اینجور عرش در یه طرف این بیاره، این مال آصف. آقا امیر میفهم والله کله عندنا، یه جز ایش بود پر جناب آصف، همش پر ماز، والله 3 مرتبه فرمونده کله عندنا. این حروف مقطع کی میتونه استفاده کنه؟ کی میتونه بفهمه برای چی این حروف نازل شد؟ غیر اهل بیت اسمه. یکی از اسرارش، یکی از اسرارش نسبت به این حروف مقطع شریفه در روایات هم وارد شده، در حدیث آقای امام عسکری، این بیان اعجاز قرآن ها. این حروف میفهماند به عرب، به مردم دنیا، به اهل مکه که این قرآنی که شما تکذیب میکنید، این قرآنی که شما میگید پیامبر اکرم اسلام اساطیر الاولین است تکذیب میکنید، از همین حروفه، الف لام میم کاف هاس یاس، این هاست، از زبان خودتون، از حروف خودتون اگه میتونید مثلش بیارید. در حدیث امام عسکری کذبت قریش و یهود، همه جا پای یهود در نفاق و در از کم ظلم در میانه، قریش و یهودیان تکذیب کن پیغمبران، قالوا هذا القرآن سحر مبین، این سحر تقبله الاولون، این از زبان اولیان هست. فقال الله الف لام میم داره که کتاب، یعنی چه؟ حضرت فرمود یعنی یا محمد صلوات الله علیه، ای پیغمبر این حروف مقطعی که نازل کردیم الف و لام میز، این از لغت خودتونه، این حروف کلمات خودتونه، اگر میگید این سحر خودتمشش بیارید، خودتمشش انجام بدید. نمیتونن یتبین و اعجاز، برمش که قرآن معجزه الهی، این حروف بیان اعجاز الهی است. یا یکی از شواهدش نسبت به این حروف مقطع، آقا این رمز اسرار غیبی است بین الله و بین رسولی و الائمه، رمز تمامش اینا. در روایت شریفه آقا امام صادق
استفاده میشد که تمام این حروف در 29 سوره کل این حروف همش رمزه، هر حرفش کلی از رمزهاییست به بعضی از اخبار، بعضی از امور، بعضی از اسرار، نه رمزه. یکیش ابراهیم فرمودم در این روایت که چگونه این حروف رمزه، به چه بیانی. یه جهتش عرض کنم، روایت شریفه آقای امام صادق است، اینجور فرمانده که اتارا جان من بنی امیه، یکی از اموی ها و کان زندیق منکر خدا پیغمبر بود، جاء الى ابي عبد الله الصادق، خدمت امام صادق رسید، فقال قول الله عز وجل الف لام میم صاد، به طور مسخره، ایو شیء اراد، این چیه خدا فرمود الف لام میم صاد یعنی چی، و ایو شیء فی من الحلال والحرام، این چه حکم حلالی درش حرامی، این اصلا چیه خدا نازلش فرمود، معنی چی، آیا حکم درش هست، شما میگید قرآن حامل احکام، این چه حکمیه، و ایو شیء فی من الحلال والحرام، دوباره اعتراض کرد، و ایوشی شیئن فی ما ینفع الناس، چه فایده بر مردم داره، میگه براس همش فایده بر مردم باشه، میگه بین خدا بین پیغمبر و سری باشه، نباید رمزی باشه، و ایوشی می ینفع الناس، فختاب ابو عبدالله، امام صادق غیرشون گرفت اینجور با این لحن بی ادبانه و ادعا میکنه تو مسلمان هستی، قرآن قبول داری، مسخره میکنه قرآن رو، قال امسک وای حک، وای بر تو صحبت نکن، میگه الف لام میم، الالف واحد و اللام ثلاثون و المیم اربعون، این همش نسبت به اعداد شریف است، و صاد تسعون، کم معک، حساب کن جمع کن چقدر میشه، گفت آقا احد و ستون و ما هم 161 میشه، فقال جعفر بن محمد علیه السلام اذا انقضت 61 ما من اصحابه، اموی هستی، وقتی از اموی ها 161 سال میگذره، اذن قضا ملک بنی العباس، از بین میرن بنی امیه اصحاب تو و ملک بنی العباس، فنظر، ما صبر کردیم، تأمل کردیم، دیدیم به این که بعد سر همون وقتی که حضرت فرمودن که رسید، ابو العباس صفا حرکت کرد، عباسی ها حرکت کرد، تاریخ مفصل در این هست که چطور غالب شدن بر بنی عباس، بر بنی امیه، به چه افتضاحی، به چه ذلتی حکومت از بنی امیه گرفت. یادمه در مروج زهر مسعودی اونجا وقتی نگاه میکردم، داره به اینکه آخرین خلیفه که نبودن، ملک به ظلم بودن، آخرین ملک ظالمشون مروان بود از بنی امیه، در همین سالی که حضرت فرمودن جنگ شد ما بین مروان، بین عبدالله ابن علی از عباسی ها، داره فی نهر زاب جنوب عراق، یه رشته است از شط دجله، اونجا جنگ شد، اصحاب اموی ها، اصحاب مروان آمدن مقابلشن بن عباس بودن، حتی جا اجند خراسان، ابو مسلم خراسانی در این جنگ شریک بوده، داره به این که ابو مروان علیه اللعنه اجلکان به رفع حصر از میدان جنگ خارج شد، هجوم کردم، ارتش رو از بین بردن، یه مقداری فرار کردم، که مثل میزنه خود مروجزه میگه وقالت الناس ذهب دولتون به بوله، اجل لکن یک بول کرده موجود از بین رفتن دولت شده، این بنی امیه مسلطشون بین عباس، کشتن از بنی امیه، نسلشون از بین بردن، زنهاشون اسیری کردن، سر مروان رو عرصه میکه بریدن بردن، در همون سالی که میگه نظر نادیم به این که برای اونی که حضرفان کاملا انجام گرفت، از بین رفتن بنی امیه، این سر آقا تمام این حروف درش اسرار هست، اسرار غیبی هست، معنی میشه که از معانی این حروف مقطعی که فایدهش در قرآن هست، بیان اسراری است که بین پیغمبر و خدا متعال هست، که این اسرار غیر اهل بیت اسم کسی نمیدن، از آیات، از روایات، از تاریخ، از وجدان، اگه کسی بخواد انصاف را به خرج بدهد، این معنا ثابت و روشن و هویداست که نسبت به قرآن کریم کسی علوم قرآن ظاهر و باطن غیر اهل بیت اسمت، محمد و آل محمد نمیدن.